احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم هم برای بررسی بیشتر این موضوع با من هستند. دکتر علوی، رویکرد حکومت در انکار بحران اقتصادی در کشور و پیامدهای سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی برای مردم رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ خب این قصه دراز آهنگی است، چیز جدیدی نیست که حاکمیت همیشه تلاش کرده که با تشبث به انواع استدلال ها، مثل اینکه فرضاً استکبار جهانی اختلال میکنه در اقتصاد ایران، یا فرضاً خبرنگاران یا خبرگزاری ها اخبار رو منتشر میکنند و باعث میشن که اقتصاد ایران ضعیف بشه یا اموری از این قبیل. اما بیاد بیاریم که بر اساس نظریه های اقتصادی، اون کاری که رسانه ها انجام میدن انکشاف اطلاعات، پخش اطلاعات، و این باعث میشه که اولا مردم آگاه بشن به اوضاع احوال، مصرف کننده ها بتونن رفتارشون رو به یک شکل عقلانی تنظیم بکنن و همچنین سرمایه گذاران و سایر بازیگران بتوانن در پرتو و گردش اطلاعات مفید و بهتر تصمیم گیری های بهتری رو انجام بدن. بنابراین رسانه ها و مطبوعات اساساً در اقتصاد پیشرفته نقش مثبتی رو بازی میکنن، کما اینکه برخی از اقتصاددان ها معتقدن که اگر نقد این رسانه ها نباشه، اقتصاد اون روی کرده رو به بهبود را نخواهد دید. بنابراین این داستان رسانه هاست. اما اینکه فرض بکنیم بزرگ کردن مشکلات اسرائیل یا سایر کشورها و کوچک کردن مسائل ایران، این هم مسئله رو حل نمیکنه. چرا؟ به این دلیل که مردم بر اساس تجربه روزمره خودشون نگاهی میاندازن به بازار ارز، نگاهی میاندازن به قیمت ها در بازار، بخصوص مواد غذایی، و اونجاست که در واقع تصویر رو میگیرن. علارغم این سرکوب رسانه‌ای حاکمیت که موجب میشه که آمار اطلاعات دقیق و وسیع نباشه، ولی اساسا باید گفت که این حربه حاکمیت برای به هر حال انحراف افکار عمومی نمیتونه مثمر ثمر باشه. ممنونم. احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم.